با دردها و بیماری‌های خود خداحافظی کنید. سلامت و آرامش خود را در محصولات کاملا گیاهی میترا هلت بجویید. محصولات میترا هلت برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها از کودکی تا کهنسالی همراه شما است. ارسال به تمام نقاط دنیا. آرامش و سلامت خود را در دستان دکتر میترا ذکریایی بجویید. تلفن سفارش 415-450-50-44. میترا هلت. www.mitrahealth.com. هر کجا هستید آرامش را به زندگی دعوت کنید. جوانی و زیبایی حق شماست. من دکتر میترا ذکریایی برای رسیدن به یک زندگی شاد، آرام و سالم همراهتان خواهم بود. با درودی به طراوت عشق و با سپاس از اینکه با روحیه مثبت و لبخند همیشگیتون دارید به برنامه من توجه میکنید، مثل همیشه، و این روحیه مثبت و لبخندتون به برنامه من رونق، صفا و زندگی و حیات و هیجان میده. من دکتر میترا ذکریایی هستم و امروز روز چهارشنبه ساعت 6 بعد از ظهر 14 آگوست 2016 است، البته به وقت کالیفرنیا. بازپخش این برنامه فردا صبح به وقت همین ایالت ساعت 5 صبح، به وقت ایران ساعت 4:30 بعد از ظهر پنجشنبه، و یک بار دیگه روز شنبه 2:30 صبح، نه 3 صبح به وقت ما، 2:30 بعد از ظهر شنبه به وقت ایران. ساعتای آمریکا خیلی صبح زوده و فکر نمی‌کنم اصلا کسی تو آمریکا، هیچ جای آمریکا بتونه ببینه، ولی به هر حال همین یک ساعتی که با هم هستیم رو غنیمت میشمارم. و تلفن من هم همونطور که نوشته پایین این صفحه 415-450-50-44، و این تلفن آمریکاست، کانادا نیست، کانادا 514 کبک. به هر حال از تلفن هاتون و از ایمیلاتون ممنون، ولی باز همونطوری که گفتم من نمیتونم متاسفانه جواب ایمیل، یا نسان نمیرسم جواب ایمیل ها رو بدم، میخونمشون و چیزای وایبر و واتساپ و تلگرام و اینا رو هم میخونم و جواب هاتون رو میارم تو تلویزیون میدم، مگر اینکه سفارش باشه که اون فرق میکنه. خودتون با من تماس بگیرید و لطف کنید شماره تلفن بذارید. البته هستن دوستان عزیزی که تلفنشون رو گذاشتن، ولی من وقتی که زنگ زدم، مخصوصا اگر تلفن خونه باشه، به هیچ وجه تلفن جواب نمیده. اینو میگم اینجا که دارم جواب تلفن ها رو همیشه ما میدیم، هیچ چیزی بدون جواب نمونده تا به حال، حداقل تا جایی که من میدونم، یعنی اگرم شده از زیر دست رد شده، ولی که متاسفانه جواب شما ندادید. من یه خطی رو میگیرم بعد. درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم. درود بر شما، حالتون چطوره؟ من سوال داشتم خدمتتون بپرسم اگه میشه کمک کنید. بفرمایید. یکی از سوال من اینه که ما گیلاس رو با کوکون زورت این را کجا ما میتونیم پیدا کنیم که استفاده کنیم چایشون؟ خب سوال بعدیتون رو بگین. دیپ درسته که برای اسیدوری درسته، صحیحه. دیگه سوال بعدی، یعنی که درسته که در آجیل ها ناسا بگذاره که اسید وجود داره. دیگه برای درد استخون که کسی آسیب دیده، من زردچوبه و هم زدم ولی باز هنوز درده، ولی بهم گفتن نمک و آرد بزن، اینم درسته؟ نمک و آب بزنیم به جایی که ضرب دیده؟ نمک و آرد داخل کنم بزنم، یعنی خمیر درست کنید ببندید. بله. چند وقته که این ضربه خورده بهتون؟ بله این ضربه دو پیش خورده، من همون اول که اینطور شده فوری زردچوبه و تخمه زدم. بله. خیلی بهتر شد، ولی هنوز درد استخون دارم. خب چی میخورید براش؟ بله. چی براش میخورید؟ زردچوبه میخورم، زردچوبه این ارگانی گرفتم میخورم. یعنی پودر زردچوبه برا داریم میخوریم. بله. باشه الان براتون میگم. بله همه سوالا که جواب بدید. خواهش میکنم. تمنا میکنم.
تمنم کنم. دوم قطعتون نکردم ببخشید. دوم گیلاس و کاکل ذرت. دوم گیلاس رو میتونید ببینید، کاکل ذرت خیلی سخته الان به دست آوردن ارگانیکش، به دلیل اینکه اصلا ذرت ارگانیک نیست، همشون شدن جی ام او. یعنی مگر اینکه واقعا همونطور که اون هفته گذشته ذکر کردم، شما تو خونتون یا خونه کسی، مزرعه دوستی، پشت حیات خونه کسی بکارید و اینو به دست بیارید. توی بازار فکر نمی‌کنید، چون خود من نمیتونم به دست بیارم. تمام کارخونه‌هایی که قبلا ازشون میگرفتم ندارند. من الان یک سال و نیم تو نوبت هستم و هنوز نتونستم به دست بیارم. دوم گیلاس رو چرا هست؟ دوم گیلاس رو میتونید از هلت فود استور، نمیدونم از کجا البته زنگ زدید، به دست بیارید. ولی این دوتایی که گفتین، دوم گیلاس و کاکل ذرت، فوق‌العاده خوبه برای کلیه. اگر شما در مورد چیزی راجع به گیلاس و نقرس شنیدید که اسیدوریک باشه، راجع به خود گیلاسه که من همیشه میگم تا 37% مؤثر برای دردهای نقرس، و سعی کنید همیشه گیلاس رو به فصلش که میشه میگم بخرید، گیلاس خوب بخرید، بشورید، بذارید تو فریزر که تمام سال داشته باشین، بتونین هی ازش بخورید اگر که نقرس دارید. گفتین که درسته که ناتس ها اسید اگزالیک دارن؟ نه، خیلی خیلی کم، ولی نه همشون. برای دردتون همون روزای اول خیلی خوب بود که نمک و که زردچوبه و زرد تخم مرغ با یه کمی آرد با یه پاچه پشمی ببندید، خیلی خوبه. ولی بعد شما برای ترمیمش و خوبه همیشه بسته باشه، تا زمانی که هر جای بدنتون رو، نه فقط حالا استخونتونه، هر جای بدنتون درد میکنه باید ببندید. چرا؟ چون مغز وقتی که دستور میده به اون قسمت، وقتی که بسته باشه وای میسه. بنابراین ناخودآگاه شما فشار، یه چیزی رو میخواییم بلند بکنید یا را برین اگه پاتونه، به هر دوتا پا به یک اندازه فشار نمیارید، به اونجا وای میسه، مغز میگیره که اینجا یه اشکالی داره و میاد چیزه، اون فشار نمیاد به اون قسمت و کم کم آروم آروم ترمیم میشه. ولی شما باید چیزایی رو که برای ساختن استخون کمک کردن به درد هست رو بخورید. بله، زردچوبه خیلی خوبه، ولی همونطور که گفتم پودر زردچوبه، پودر ریشه زردچوبه البته، پردازشش در بدن بسیار مشکله. شما کورکومن میخواین، باید از یه جایی چیزی رو تهیه کنید که اون کار رو براتون انجام بده. درود بر شما، بفرمایید. الو دکتر بسیار، حال شما؟ مرسی، خیلی ممنون، بفرمایید. خوبه شما؟ بله، بفرمایید. من سوال از شما داشتم که من راجب صحبت کرده بودم با تو. من کم برای چند ثانیه، خیلی 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 کم، شبیه زنگ صدا میده. این مشکلی به بعدها میشه با واسه من پیدا بکنه؟ بله، من البته جوابتون دادم ولی الان دوباره جواب میدم. باشه باشه، خواهش میکنم، تمنا میکنم، تمنا میکنم، خدا نگهدار. بله ببینید، من بله قطع کردم. بله ببینید، این صدای زنگ گوش یا ناهماهنگی هایی که تو گوشه، از گوشتونو که باید همیشه ببرید چک بکنید به وسیله متخصصش. گاهی اوقات کریستال هایی که تو گوشه یه خورده از اون حالت تعادل به هم میخوره، البته مال شما اونطوری نیست، به اون حد نیست که اگه واقعا به هم بخوره دیگه سرگیجه میاره، ولی زنگ گوش نه، مربوط به یعنی یه چیز زیاد مهمی نیستش. اون مال صدا هاست، مال گوش میانیه، کمی حساس میشه و اینا به وجود میاد، هیچ مسئله مهمی نیستش به گوشتون. درود بر شما، بفرمایید. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. درود بر شما جانم. زحمتی که میکشین. خواهش. خانم دکتر، من امروز صبح رفتم تو باغچه‌مون، یه خورده چمنا رو درست کردم، بعد خار رفت تو دست،
الان ناخونم درد شدید داره، یک کمی مثل بنفش میشه با درد، اصلا نمیتونم کاری کنم. فکر کردم خار توش رفته، خارش هم داره ولی درد شدید داره. میخواستم ببینم چی بزنم دوش. این یک سوالمه. یک سوال دیگه هم که شما فرمودین، یه چیزی فرمودین گفتید رس چی، من ندونستم میتونین یعنی میخوام ببینم اسمش چیه، بعدن هم میتونین هر کسی که برای خودش خودش بزنه یا یکی دیگه باید انحنا کنه؟ چی رو انجام بده؟ چی رو عزیزم؟ انحنا. چی؟ انما. او انما. انما بله. انما بله بله. یا تنقیه اسم فارسیش میشه. بله بله. چشم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. درود بر شما، بفرمایید. خانم دکتر سلام عرض میکنم. درود بر شما جانم. چند ساله که همه به من گفتن آرتروز داری، روم آرتروز داری. بله. ولی بعد از همه این دکترها و همه این معالجا این پلیت من خیلی پایینه. یکی پلیت من پایینه که اون معالجش جداست، هی دارم میرم دکتر خون و آزمایش خون. ولی برای آرتروز گفتم دکتر مخصوص رفت. حالا که رفتم میگه خانم شما اصلا آرتروز نداری. خب. میگم پس چرا من اینقدر درد دارم، رونام درد میکنه، کمرم درد میکنه؟ میگه اینا ماسلاست که درد میکنه. گفتم خب چیکار کنم؟ گفته که ماسلا که درد میکنه یه قرصی به من داده که این قرص ماسلا رو نرم کنه. خانم من یه دونش خوردم، اینقدر شب تا ساعت سه و نیم که خوابم نبرده، بعدش هم که خوابم برده اصلا از صبح تالام، یعنی شبش رو از صبح تالام اصلا نمیتونم حرکت کنم، اینقدر منو بیهس کرده. خب من چیکار کنم برای این ماسلا؟ بله چشم چشم برای تو میگم. از تلویزیون گوش کنید لطفا. مرسی. خواهش میکنم. درود بر شما، بفرمایید. سلام میکنم دکتر. درود بر شما، بفرمایید. سلام دارم، حالتون خوبه؟ بله مرسی. من متشکرم، مدت من تلفن میکردم موفق نمیشدم. من طبیبی هستم، حس کردم که ناراحتی مقداری ناراحتی دارم. قند این 100 تا 110 جایی 120 میرسه. خب ولی دکتر های من شاگرد های من مثل دکتر آقا و دکتر جدد اینا میگن که احتیاج به چیز نداری. بله. قرص نداری. بله دقیقا. بله چه غذایی بخورم که خندم بیاد؟ چشم پت من براتون میگم. شما چند سالتونه؟ خیلی ممنونم، متشکرم. چند سالتونه؟ من 90 سالم. 90 سالتونه. چشم. از تلویزیون گوش کنید. درود بر شما، بفرمایید. خانم دکتر ذکریایی. بفرمایید آقا. عرض کنم خدمت شما، شما زیبا بودین. امروز زیباتر از زیباتر شدین. مرسی، خیلی ممنون. متشکرم. تشکر. خواهش میکنم. به هر حال دست خانومی که خار رفته، اولین کاری که بهترین کاری که میکنه اصلا خار که بره تو دست اثری که بذاره، بهترین کار بیکینگ سوداست. بیکینگ سودا یکی از یعنی چیزیه که همیشه شما باید تو خونه داشته باشین. خب همیشه توی یخچال که حتما دارید و برای خیلی از کارا به درد میخوره و کارهای ضروری. دستتون اگه خار رفت، بلافاصله توی استکانی یک کمی بیکینگ سودا بریزید، آب بریزید توی استکان کوچیک. چندین بار در روز دستتون رو توش مثلا هر دفعه 5 دقیقه نگه دارید، خار آروم آروم میاد بیرون. الان اگه شما مطمئنین که خار رو از تو دستتون در آوردین و که فکر میکنم شاید روز ضربه‌ای که شده این باشه اگه خار نباشه، که امیدوارم که خار نباشه. من خودم یک بار اینقدر به شدت خار گل سرخ یعنی محکم کشیدم که خار به صورت برعکس رفت توی دستم، از تیزیش نه از تهش رفت. خب امیدوارم که برای شما اینطوری پیش نیومده باشه، مواظب باشین. نمیدونم با دستکش رفتیم بازم اینطوری شد، ولی این کارو بکنید. اگر که خاری نیست، یخ همون لحظه باید میذاشتین، بلا فاصله بذارین، هم از ورمش هم از کوفتگیش و هم از سیاهیش جلوگیری میکنه. انما رو با قهوه گفتم بکنید، میشه
خودتون هم انجام بدید. یه مقداری سخته ولی اگه کسی باشه این کار رو براتون انجام بده راحت تره. دوست عزیزی که گفتن قرصی بهشون دادن برای اینکه ماسولاشون، گفتن اصلا آرتروز ندارن و ماسول خب تشخیصشون بوده، حتما هم تشخیصشون درسته. من خب نمیدونم بهتون از اینجا چی بگم. خب من اگه خودم باشم، خب قرصی که اذیتم بکنه، اولین کاری که باید بکنه قرص رو نخورید، به دکتر خودتون زنگ بزنید بگین که چطور شده. ولی از من میپرسین که چی کار کنین که برای ماسولتون، در مورد ماسولتون که میگین میبینید بعضی اصلا میگیره، اگه این یه ماسولتون ضعیفه، یعنی کلسیوم خوب، دیتری خوب و مگنزیوم خوب به بدنتون نمیرسه، یعنی اینا کمه. بنابراین لطف کنید اینا رو خوبشو بگیرید که بتونید بخورید. و اتفاقا من چیزی که دارم الان اینجا ندارم که نشونتون بدم، روغن اسپری مگنزیومه. خیلی جالبه، خیلی ها فکر میکردن این خوردنیه، در حالی که اصلا نه، فقط برای جاهایی که درد میکنه مؤثره. خانومی هم گرفتن و خیلی هم خوشحال بودن. میزنید یه خورده ماساژ میدین، اگه چربی روش اذیتتون میکنه چربی رو میتونید تمیزش بکنید و برای درد مؤثره، خیلی مؤثره. ولی باز هم میخواین با شماره من تماس بگیرید بیشتر باهاتون صحبت کنم. ولی در مورد اون قرص سریع با دکتر خودتون خواهش میکنم تماس بگیرید. قند، دوست عزیزی که زنگ زدن ماشاءالله، البته همونطور که دوست دکترتون گفتن، قند بین 100 110 یا حتی 120 ناشتا اگه هست برای شما اونقدر نیست که بخواین به خاطرش قرص بخورین. و ماشاءالله شما مطمئنم که سالم زندگی میکنید که تونستید تو این سن انقدر قندتون هم پایین باشه، بسیار عالیه. ولی چیزایی که براتون خوب نیست که بخورید کمتر بخورید، نخورید اگر میتونید. نمیدونم چی بگم، دلم هم نمیاد بهتون بگم نخورید، واقعا در مورد شما یکی، نه دوستان دیگه فکر نکنن، به اونا میگم. برنج سفید کمتر بخورید یا نخورید، جاش قهوه‌ای بخورید، نون نخورید. بدن شما مگنزیوم و آلفا لیپویک اسید احتیاج داره، مگنزیوم احتیاج داره، کرومیوم احتیاج داره. اینا چیزاییه که یه مقدار کمی شما اگر خیلی کم پرهیز بکنید، غذای کن نخورید، چیزایی که تو کن، تو اون قوطی ها ایران میگفتیم کنسرو فکر میکنم، برحال اون توی با در واکن باید بازش کنیم اسمشو گذاشتن، غذا اینجا میفروشن، نخرید اونا رو، نخورید، چون تو تمامشون فروکتوز داره و قند کرنه و خیلی خطرناکه، فوق‌العاده خطرناکه. اینو نخورید با پرهیز خیلی خیلی کوچولو و آلفا لیپویک اسید و کرومیوم و مگنزیوم حالتون بهتر میشه. حتی میتونید اوکرا رو صبح‌ها بذارین چند تا دونه خیس بخوره، یعنی شب بذارین خیس بخوره صبح بخورید، بسیار خوبه براتون. درود بر شما، بفرمایید. من یه سوال داشتم که فکر میکنم شما چند بار جواب دادین ولی من متاسفانه نتونستم تا آخر گوش بدم. مورد ظروف آلومینیومی، اگر یه استنستیل باشه چی؟ اینا هم خوب نیست؟ چرا؟ اونا خوبه. شما چرا خوبه؟ ببینید استنلس استیلا بین دوتا چیزا وسطش آلومینیومه که خیلی سنگینش نکنه. بنابراین وقتی که توی استنلس استیل شما غذا درست کنین، آلومینیوم چیز نمیشه، حل نمیشه و تو غذا نمیره، که میدونید آلومینیوم با آلزایمرز خیلی رابطه مستقیم دارن با هم. بله. سرامیک چیه؟ ظروف سرامیک. خب ظروف سرامیک چی؟ یعنی توش غذا درست کنید؟ اونا بعده. بله. غذا درست کنید، غذا درست کردنش بد نیست، اتفاقا غذا خوب جا میفته توش. غذا درست کنید، نه از نظر سلامتش، نه از نظر سلامت اشکال نداره، ولی بستگی داره که چجوری درست شده. اگه رنگ زده باشن بهش، خب نباید، خب اون رنگا وقتی حرارت ببینه حل میشه تو خود غذا. بله. بهترینش همون استنلس استیلا هستن و مسها. مسهایی که خوب قلع زده باشه بهش و هیچ گونه سوراخی نداشته باشه، و میدونین قلع هم هر سال باید یه بار رینیوش بکنن، یه بار برن دو مرتبه توش قلع بذارن، که اینجا نمیدونم کجا میتونن این کارا رو بکنن. بله.
سالم‌تری نشه. بله. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم ازم. خدا نگهدار. درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم دکتر. درود بر شما. الو. جانم بفرمایید. سلام خانم دکتر. درود بر شما. شما خوب و خسته نباشید. مرسی. ببخشید از اینکه مزاحمتون شدم. خانم دکتر، یه مدتی که من سرم یه حالت منگی داره. هر چیزی میخونم یاد نمیگیرم بلافاصله، یادم میره. بله. فکر میکنم که یه چیزی تو سرم هست، نمیدونم حالا. در ضمن من قرص چربی و تیروئید و قلب و فشار خونم میخورم. بعد شما تلفن از طریق تلفن به من بگیم گوش بکنم، ولی که من تلفنمون تلویزیونمون خرابه، نمیتونم. متشکر میشم ازتون. خواهش میکنم به این حالتی که یعنی قطع که نکنم شما رو، درسته؟ شما فقط میخواین گوش کنید. بله. ببینید این حالت رو که تو مغز میشه بهش میگن فاگی، یعنی مغز فاگی میشه، انگار مه رفته توی مغز. این شالا شما میگین حالت گنگی پیدا کردین. ببینید داروهای شیمیایی میدونید که خب همش که از بدنمون خارج نمیشه که، نه، یه مقداری تهنشین میشه اکثرا و انواع اقسام ناراحتی ها رو به وجود میاره. آلزایمرز، نمیگم شما آلزایمرز گرفتین، حواس پرتی یا دیر یادگیریش یکی از کاراست. چرا؟ چون میشینه تو بدنمون، بدنمون و خونمون رو اصلا مسموم میکنه. به خاطر همینه که ما همیشه میگیم شما باید بدنتون رو تمیز کنین. اولین چیز باید تمیز کنید. و شما چند سالتونه؟ 65. سنی ندارید. شما حتما امیدوارم که مینرال، این حالا این داروها رو میخورید، خب مجبورید بخورید. خب توی از طرفی شما باید حتما ویتامین هایی که براتون لازمه تو این سن و مینرال های املاح که براتون لازمه تو این سن حتما بگیرید. خب تمیزی بدنتون رو حتما باید انجام بدید. ببینید ما باید به بدنمون برسیم. ببینید شما اینقدر به ماشینتون میرسین، ماشینتون رو تمیز میکنین، بیرونشو که همون شستن سر و صورتمون میشه، روغنشو عوض میکنید، تمام چیزایی که خراب شده ریپر میکنین، بهش میرسین. نکنید بهترین ماشین دنیا رو هم داشته باشین خراب میشه بعد از یه مدتی. باید رسید. بدن ما هم همینه. ما نمیخوایم با اون سنایی که شماره هایی که توی شناسنامه‌مونه بریم جلو، به هیچ وقت هیچ کی نمیخواد. بنابراین اگه به خودمون برسیم از هر نظر بیرون و درون این حالت رو دیرتر میکنیم. شما سنی ندارید که بخواید الان مثلا حافظتون کم بشه. این نشان اینه که شما داروهایی که میخورید ویتامین ها و مینرال های درست نمیخورید، بدنتون رو تمیز نمیکنید. خب من جانم بفرمایید. به هر حال اینا رو باید انجام بدید، بدنتون باید تمیز بشه از اینا و ویتامینایی که یا مینرال هایی که برای مغزتون و فعالیت سلول های مغزیتون هست انجام بدید. تمام چیزایی که من همیشه اینجا میگم انجام بدید، حل میشه. سوال بیشتری داشتین، کمک بیشتری خواستین، با شماره 450 415-450-50-44 تماس بگیرید. 415-450-50-44. ممنون از لطفتون. شما از کجا زنگ میزنید؟ من از کالیفرنیا زنگ خوده. باشه، پس فعلا خدا نگهدار. مرسی، جوابتون رو دادم. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما خانم دکتر. جانم خیلی ممنون از برنامه مفید شما، مرسی. خانم دکتر. الو. جانم بفرمایید، گوش میکنم. خانم دکتر ببخشید، من مذارت میخوام، من صوتی میکنم خب. یا عطسه میکنم یه مقدار ناراحت میشم، چی کار میتونم بکنم؟ منظورتون ناراحت میشین یعنی چی؟ یعنی ادرار میاد ازتون؟ بله بله آها. بله بله. خب باشه، براتون چیکار میتونم بکنم؟ الان براتون خواهش تمام خواهم تمام کنم. ببینید وقتی که این حالت پیش میاد نشون میده که ماسل های ماهیچه های مثانه‌تون داره شل میشه. خب اینو حتما با دکترتون صحبت بکنید. امکان داره زایمان زیاد بوده باشه یا فتقی تو بدنتون باشه یا
چیز سنگینی بلند کرده باشه، به هر حال ماهیچه به هر حال داره شل میشه به هر دلیلی. یکی از کارهایی که خودتون میتونید بکنین و میتونم بگم بهتون چیکار کنین که ماهیچه سفت بشه، وقتی که نشستید را میرید تلویزیون نگاه میکنین، هر کاری، اینو فقط برای شما نمیگم، اکثر خانم ها این کارو بکنن، حتی آقایون، ماهیچه از ناف به پایین، ماهیچه شکم رو سفت محکم 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 محکمش بکنین، سفت بگیرید، یه چند ثانیه نگه دارین، بعد آروم آروم ولش کنین. دو مرتبه همین کارو بکنید، سفت کنید محکم، چند ثانیه منقبض نگه دارید، بعد منبسطش کنید. به این حالت چند بار بعد در روز انجام، خیلی بعد در روز انجام بدید که این ماهیچه ها از حالت یعنی شل نشن. این بهترین کاریه که میتونید بکنید، با دکترتون تماس بگیرید، شاید با یه قرص خوب بشین که سر بیشتر نشه، بالاتر نشه، فقط همین حالت باشه، یه خوردم کنترل خودتونه. درود بر شما، بفرمایید. الو خانم سلام. درود بر شما جانم، بفرمایید. من الو جانم بفرمایید، صداتونو دارم، بفرمایید. من با شما هستم. بله من خانم فقط میخوام چای قهوه چیزی بخورم، بیشتر از قهوه استفاده نمی کنم، فقط خرما میخورم. من متوجه سوالتون نمیشم. من وقتی غذا میخورم، من چای قهوه این چیزا که میخورم. خب خورما میخورین؟ با خورما میخورم. بله. خب بله، سوالتون چیه؟ من زیاد میکنم. بله میخورم، خورما زیاد میخورم. خب بله، سوالتون اینه که چرا خورما میخورین؟ آیا خورما بده یا خورما رو میخواین ترک کنین؟ سوالتون چیه؟ سوالم برای اینه که بخوامنم خورما میکنم ضرر داره یا خوبه؟ بله. شما بیماری قند هم دارین؟ ندارم. نه. چند سالتونه؟ من 85 سال. 85 سالتونه. چشم، از تلویزیون گوش کنید. ببینید هر چیزی توی دنیا، بهترین غذای دنیا رم حساب بکنید، زیادش ضرر داره. اگه شما کافی میخورین که خود کافی ضرر داره، البته برای شما اشکال نداره، خود کافی ضرر بخواییم 10 تا باش خورما بخورید، خب شانس آوردین که تو جینتون بیماری قند نیست، ولی بیماری قند گرفته بودین، چون به هر حال باز شیرینی داره. ولی خب کمتر بخورید. ولی من متوجه بازم، من سوالتون نیستم. کمتر بخورید خورما، با هر قهوهی که میخورید 2 تا خورما بخورید. به هر حال درود بر شما، بفرمایید. بخواستم با خانم دکتر صحبت کنم. بفرمایید عزیزم، خودمم. شما؟ بفرمایید خانم، بفرمایید، رو ایر هستین، صداتون داره پخش میشه. سلام عزیزم، خیلی ممنون. میخواستم خانم دکتر، میخواستم خدمتتون بگم که بله. شما اگر که تلویزیونتون رو صداشو بیارید پایین، صدای شما و من از سوی تلویزیون، از سوی تلفن سریع‌تر میاد میره، تصویر تأخیر داره، بر این شما قاطی میشه صداها. من درد میکرد، رفتم دکتر. کجاتون؟ پای راستم. پای راستتون، بله. بالا درد میکرد شدید، بعد رفتم دکتر، عکس گرفتن ازش، بعد گفتن که آرتروزه. یه آمپولم برای من زدن به خاطر یکم این دردش. مثلا میدم حالا اصلا درمانش چیه؟ این آمپول ممکنه موقتی باشه، درمانه این چیه؟ چه آمپولی بهتون زدن؟ همین آمپولا که همه میزنن دیگه. آمپول خیلی کورتون زدن. دردش بهتر شده. Of course. خب این فکر میکنم موقتی باشه. میخواستم میرم درمانش چیه خانم. براتون میگم. خواهش میکنم. حتما. قبل از اینه که اینو بگم بهتون، من راجب اوکان صحبت نکردم که راجب این خانومی که الان گفتن پاشون درد میکنه، آرتروز درمان نداره. آرتروز بگیریم خوب نمیشیم، ولی میتونیم همینجا نگهش داریم، میتونیم بدتر نشه، میتونیم جلوشو بگیریم پیشرفته نشه. یا اگر تو خانواده ما کسانی هستن که آرتروز دارند، ما
قبل از اینکه بگیریم مواظبش باشیم. حالا که درد داریم، بهترین درد، بهترین کاری که میتونیم بکنید اوکانه و برای خیلی ها کمک کرده و میکنه. چرا؟ چون جلوی تورم رو میگیره، جلوی درد رو میگیره، برای کبد خوبه، جلوی حالا 150 تا کار مختلف میتونه بکنه در بدن بعد از اینکه بدن جذبش کرد و این به شکلی درست شده که خوب جذب بدن میشه. بنابراین آمپولی که بهتون زدن، بله یه مدتی شما از درد راحت خواهید بود، ولی یادتون باشه که کورتون کلسیوم از بدنتون خارج میکنه و ناراحتیاش هم بدونی. اینطوری نیست که هر دفعه دردتون بگیره برین یه کورتون بزنین بیاین خونه. حواستون باشه که ساید افکت های کورتون چیه، اینم بدونید. ولی خودتون چیکار میتونید بکنید؟ میتونید از غذاهاتون رو مواظب باشین، غذاهایی بخورید که نشینه تو بدن، غذاهای زنده بیشتر بخورید تا غذاهای مرده، غذاهای تازه بیشتر بخورید تا غذاهای کوک شده، غذاهایی که حرارت دیده، چه میدونم مرده دیگه، کشتینش دیگه، سلایس کردین انداختین تو قابلمه. بدتر از همه غذاهای آماده بیرونه، پیتزا و چه میدونم غذاهایی که یخ زده است میارین میذارین تو آون میخوریم. نمیگم شما، خیلی از ماها این کارو میکنیم. غذاهایی که تو قوطیه یه اسمی هم میذارن روش، مثلا غذای چی و چی، باز میکنیم، گرم میکنیم، میخوریم. به هر حال اینا که اسمش غذا نیست رو و بسیار خطرناکه و سمه به عنوان سم داریم میخوریم، ممکنه خیلی هم خوشمزه باشه ولی هر چیزی که توشه سم قاتیشه، مثل سم میمونه، در جا ما رو نمیکشه ولی آروم آروم از بین میبره. نمیتونید اینو بخورید. سرکه سیب برگ رو حتما تو برنامه غذای روزانه‌تون بذارید. صبح که از خواب پا میشید یه لیوان آب، یه قاشق سرکه برگ رو همش بزنید، بریزید توش، اپل سایدر ونیگر باشه، یعنی سرکه سیب مارک برگ. همیشه باید یادآوری کنم که کارخونش از من نیست، سهمی توش ندارم. بعد یه قاشق غذاخوری میریزید، یه لیوان آب، یه قاشق مربخوری هم عسل بخوریدش. هر روز حداقل یک بار این کارو بکنید. چرا؟ تمیز میکنه مفاصلتون رو. حداقل کاری که میکنه، ممکنه یه ریزه به تعویق بندازه. فلکسید اویل رو حتما بخورید. بعد اون اسپری مگنزیوم اویل رو که گفتم بگیرید و بزنید. سال بیشتری داشتید با من تماس بگیرید. در مورد لسین، کرم صورت، کرم های صورت که گفت همیشه اینجا هست، الان نمیدونم تا چند روز دیگه یک پروموشنی دارن، زنگ بزنین براتون میگم. فوق العاده کمک میکنه به تراوت صورت، برای خانم ها آقایون فرق نمیکنه. جلوی چین و چروک صورت رو میگیره، چروکای ریز رو از بین میبره، جلوی افتادگی پوست ما رو میگیره و بدن رو شاداب نگه میداره و غذا میده به بدن. فوق العاده مهمه. الان هم که خب پروموشن داره، میتونید به من زنگ بزنید. همینطور کرم شب و روزش. در مورد مایت ها که هر هفته صحبتشو میکنیم، در مورد شامپوهایی که هست، البته شامپو نیست، دوتا اسپری، یه تونیک، یه اسپری بسیار مهمیه که طبق دستورش که یکی دو صفحه‌ای براتون میاد، مایت های زیر موی، یعنی رو زیر سر، همینطور روی پوستتون، روی دستتون، روی صورتتون، مخصوصا کسایی که بله دوستان ناخوانده ما که زیر پوست ما زندگی میکنن و باعث خارش میشن، باعث جوش میشن، باعث ریزش مو میشن، این فراورده ها 100% طبیعیه، هیچ چیز شیمیایی توش به کار نرفته. تنها چیزی که غیر یعنی شیمی گیاهی نیست به این صورت بگم، آبی که توش به کار رفته که از گیاه گرفته نشده و فوق العاده موثره. من خودم هفته پیش 3 ماه تموم شد و به موهام زدم، من راضی هستم. حالا امیدوارم که شما هم راضی باشیم. ولی به هر حال مایت های بدن پوست از بین میبره، اگر اکثر ماها این ناراحتی رو داریم. دستگاه آبمون که معرف حضورتون هست و میدونید که آب الکالاین میده، بدن رو الکالاین میکنه. بدنی که قلیایی الکالاین، بدن سالمیه، فوق العاده سالمه. من تا الان ندیدم کسی این آبو داشته باشه.
و بعد از یکی دو ماه بتونه آب جای دیگه رو بنوشه. به هر حال باز هم برای تماسش با من تماس بگیرین، برای اطلاعات بیشتر به وبسایت من خواهش میکنم تشریف ببرید، نگاه کنید، بعدم با شماره 415-450-5044 تماس بگیرید. درود بر شما، بفرمایید. خانم دکتر سلام عرض کنم. درود بر شما، بفرمایید. خانم دکتر شما گاهی صحبت از انزایم میکنید، انزایم در کجا درست میشه؟ چشم. و به چه مصرفی میرسه؟ حتما آقا، حتما، سوال بسیار خوبیه. چشم. سوال دوم من، ویتامین کجا درست میشه و چطوری مصرف میشه؟ سوال سوم، چیزون چی هست؟ چی هست؟ اینا من بلد نیست. یه سال آخرتون چی بود؟ چی هست؟ استروید. استروید، اوکی. سوال اول، انزیم کجا درست میشه و به چه مصرف میرسه، چه خوبی داره؟ ویتامین همینطور، کورتیزون و استروید، اینا بعضی وقتا من سرم نمیشه، درست نمیفهم. بله، چشم، براتون میگم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. شبتون بخیر. درود بر شما، بفرمایید. الو. جانم بفرمایید. درود بر شما خانم دکتر. درود بر شما آقا، بفرمایید. در روز سه روز من درد شدیدی پشتم گردنم هست. به چپ و راست نمیتونم بچرخه. خب. قسمت پشتم، قسمت نزدیک شانه چپم بین گردن و شونه. بله. خیلی درد داره و من فقط تونستم دو سه بار سنگه مالیدم و اثری هم نداشته. خواستم بیدم شما نظرتون چیه؟ آیا دست چپتون هم درد گرفته؟ دست نخیر. اصلا؟ بله. طرف چپتون هیچ قسمت بدن، پای، دست، هیچ جایی درد نگرفته، فقط شونه است؟ فقط پشت شونه. یعنی پشتتونه فقط، به طرف چپ. شانه سمت چپ. شما هیچ ناراحتی قلبی نداشتین قبلن؟ بله. قبلن هیچ ناراحتی قلب نداشتید؟ نه خیر، نه. دکترتون راضی از کار کرده قلب شما؟ نه، هیچ ناراحتی نداشتید. آه، ناراحتی نداشتید. و بالشتون پره، راحته؟ بله، خیلی هم راحته. بعد خب، براتون میگم. خیلی ممنون. خواهش. درود بر شما، بفرمایید. شما. الو. جانم بفرمایید. سلام خانم دکتر. درود بر شما. خوبی؟ سلام. من صورتم پر از لک و کک و مک و اینا داره. یه نفر به من گفته کف دریا رو با آب پرتقال مخلوط کن بماش. کف دریا از چی درست شده؟ فسیلای دریایی. کف دریایی چی هست؟ فسیل خانم، فسیل‌های دریایی میشه کف دریا. آیا تأثیری داره یا نه؟ خیلی ممنون میشم. چشم. خداحافظ. از تلویزیون بود. بله، مرسی. درود بر شما، بفرمایید. الو خانم، خسته نباشید. سلام. مرسی. بفرمایید. درود بر شما. ببخشید، یه مدتی هست من خیلی خواب مفتاده و خیلی احساس ضعف و خستگی میکنم. اصلا حس میکنم دیگه توان ندارم، نا ندارم. بعد بیشتر وقتم صبح فلکسید اویل و همون سرکه سیب رو میخورید؟ بله، نمیدونم به خاطر این نیست و خیلی احساس ضعف و ناتوانی میکنم. خیلی هم یعنی صبحها به سختی از خواب بیدار میشم. چند سالتونه؟ 61 سال. ناراحتی دارین؟ یعنی فشار، قند، کلسترول، یه چیزی دارید؟ فکر کنم یک کمی چربی خونم بالا باشه. وقت زانوام هم درد میکنه. زانوتون درد میکنه. خب اون ربطی به چیز نداره، به چربی خونتون نداره. ولی شما فکر میکنین چربی خونتون بالاست؟ چجوری فکر میکنین؟ بعض وقتا احساس میکنم یک کمی سرم حالت سرگیجه دارم. آخرین باری که آزمایش خون دادین کی بود؟ والی یه دو ماه پیش بود. خوب بود؟ بله، همه چی خوب بود. فقط گفت که چربی خونت در مرزه، ولی چربی خوبت هم بالاست. آها، بله. باشه، از تلویزیون گوش کنین، الان براتون میگم. قربان شما، مرسی. خواهش میکنم. دوستی که پرسیدن آنزیم چیه یا انزایم. انزایم توی حیات مواد غذایی میشه آنزیمشون. یعنی اگر من غذای تازه نخورم، میوه‌جات نخورم، سبزیجات نخورم به صورت تازه،
آنزیمی دریافت نمی کنم. البته بدن ما هم آنزیم می سازه. خب ولی با بالا رفتن سنمون آنزیم ها کم میشه. و با بالا رفتن سنمون جذب آنزیم هم در بدنمون کم میشه. برای همینه که ما به آنزیم خوب احتیاج داریم. برای همینه که ما همیشه میگیم غذای زنده هم باید جزو غذاهای روزانمون باشه و الا آنزیمی دریافت نمی کنیم. اگه آنزیم نباشه اصلا سوخت و سازی تو بدن انجام نمیشه. بدن شما اصلا معده غذا رو نمیتونه هضم بکنه. خب پس بنابراین همه به آنزیم احتیاج داریم. یه مقداری رو بدنمون خودش میسازه، با بالا رفتن سن کم میشه، یه مقداری هم باید از بیرون بگیریم. ویتامین ها همونطور خیلی هاشو بدنمون میسازه، با بالا رفتن سنمون مثل هر چیز دیگه کم میشه و اینو باید از میوه‌جات، از سبزیجات و از ساپلمنت های خوب و درست آماده کنیم، یعنی تهیه کنیم و بخوریم. ولی مینرال رو بدنمون نمیسازه، مواد معدنی بدنمون نمیسازه، باید اینو از آب و خاک بگیریم. ولی کورتیزون و اینا یه چیزای شیمیاییه، اونا دیگه چیزی نیستش که شما اصلا، امیدوارم که هیچ وقت احتیاج نداشته باشین که به شما بزننشون. دوستی که گفتن پشتشون درد گرفته، پشت درد دارن و سلامت هستن، همه چیشون خوبه، دردی نمی ندارن، اگر به دکترشون مراجعه کنن، قلبشون رو نشون بدن، بد نیست. ولی امکانم داره که ماسل پین باشه، بد خوابیده باشین، حرکت بدی کرده باشین، ماهیچه‌هاتون گرفته باشه، که اونم با یه مقدار ورزش، یه مقدار آب سرد و گرم، دوش خوب گرفتن یا یه خورده زردچوبه خوب خوردن یا چند تا از این اوکان خوردن و خوب میشید، مسئله نیست. ولی به دکتر نشون بدید. کف دریا چیه؟ کف دریا فسیل های دریایی هستن. فسیل چیه؟ فسیل وقتی که جانوران میمیرن در یه مدت فسیل میشن، اون اینه خود ماهی میشه، ولی تمامش از امراه بدنش به جایی که ماهی بشه اون از بین میره، میشه فسیل، میشه تمام املاح دریا توشه. اینو باید پودر کنیم. من خودم یادمه خیلی بچه بودم اینو پودرش میکردم و دندونم رو باهاش مسواک میکردم، خیلی هم خوب بود. من هیچ وقت خمیر دندون از بچگی دوست نداشتم بزنم، هنوزم نمیزنم. الان همون چیزایی که برای شما میفرستم خودم هم میزنم. و بله خوبه، چیز بدی نیست. گفتین با پرتقال، حالا میتونه واسه پوست شما خوب باشه، ولی درمان 100%ش رو من نمیتونم بگم هست یا نیست. ولی در مورد اینکه چیز خوبیه، بله چیز خوبیه. دوست عزیزی که گفتن ضعف دارن، بدنشون اصلا ضعف داره و پاهاشون ضعف داره، خب بعد برسه، من از اینجوری من که نمیتونم بهتون بگم، من باید بدونم چیا میخورین چیا نمیخورین، برنامه غذاییتون چیه، برنامه کاریتون چیه. میتونه اعصابتون باشه، خیلی زیاد میتونه اعصابتون باشه، میتونه کمبود ویتامین ها باشه، میتونه کثیفی بدنتون باشه، میتونه، البته آزمایش خون که میدونی که 100% همه چی رو نشون نمیده، دما میتونه کمبود مگنزیوم باشه. کمبود مگنزیوم بسیار ضعف میاره، بی‌حسی میاره، میتونه تیروئیدتون خوب کار نکنه، اینا همه میتونه بشه. میتونه غذای سالم نمیخورین، غذای درست نمیخورین. ماها هممون غذا میخوریم، غذای پرحجم هم میخوریم، ولی آیا این غذایی که میخوریم نوتریشن به بدنمون میرسونه؟ مواد غذایی کاملی که احتیاج داریم آیا به بدنمون میرسونه؟ نمیدونم. من میتونم از صبح تا غروب بشینم 3 کاسه چیپس بخورم با دیپایی که هست بیرون، شکرم پر میشه، میگم که غذا هم خوردم. ولی منظورم این نیست که شما همه این کارو میکنید، نه، ولی خیلی ها رو میبینم که اصلا فرصت غذا خوردن ندارن، غذاهاشون همین هاست، یه کنایی رو باز میکنن، یه بگایی رو باز میکنن، یه ظرفایی رو باز میکنن، میزنن توشو میخورن، از فرصت ندارن که غذا درست کنن، اینا رو میخورن. اینا غذا اصلا انرژی بهتون نمیده، آهنتون میتونه خیلی پایین باشه. حالا اگه دوست داشتین با من تماس بگیریم با شماره 415-450-5044 با هم صحبت کنیم که ببینیم از چی میتونه باشه. درود بر شما، بفرمایید. سلام.
ببخشید این شامپو سرتون قیمتش چنده برای ونکوور چنده؟ بله الان براتون میگم. بس. خواهش میکنم. البته این شامپو نیست، اشتباه نکنید. من البته گفتم شامپو دو نوعش، دو تا شامپوه، دو تا دیگهش اسپریه که اون اسپریا فوق‌العاده مهمه. شامپوشو به این دلیل باید بزنید به موهاتون، چون هیچ گونه مواد شیمیایی و سولفور و هیچ چیزی نداره. خب بعد اون تونیکو از همون که اومدین موهاتون رو خشک میکنین میزنین بهش و موتون رو ماساژ میدین، یعنی سقف سرتون رو ماساژ میدین. نیم ساعت قبل از خوابم حتما اون اسپری که گفتن اول به بالش میزنید، یعنی بالش شستر و رو بالشی که تمیزه میخواییم بخوابید، اول باید به اون بزنید، دیگه نمیزنید، هر شب نمیزنید تا دفعه بعد که یه رو بالشی تازه گذاشتید. همونو یه مقدار کمی به دستتون میزنید، بعد به یعنی قویه، نباید مستقیم به پوستتون بزنید، به دستتون میزنید، بعد تمام سرتون رو باهاش ماساژ میدید. این جانورا رو میکشه. در مورد قیمتش تو وبسایت هم هست و همه جای دنیا همون قیمت از استرالیا براتون میفرستن، یا خواستین بعداً با من تماس بگیرید با شماره تلفن 415 450 5044 حتما براتون عرض میکنم. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما خانم دکتر. میخواستم ببینم مثلا شخصی که 70 سالش هست مثلا فلکسید اول و پیش اول میخوره دیگه احتیاجی هست؟ چون مثلا دکتر که رفته کلسترولش بالا بوده گفتن هر شب باید یه قرص بچه آسپرین بخوری، ولی من چون فلکسید به شوهرم هم فلکسید میدم هم پیش اول، آیا ببینم آسپرین احتیاج داره بخوره چون اونا شقیق میکنه یا نه؟ بله. یکی دیگه اون فرمودین انما، میخواستم ببینم اسمش چیه؟ او بله ممنون. خواهش میکنم، خواهش میکنم. ببینید آسپرین رو معمولا دکترها میدن که خونتون رو رقیق کنه. خب معمولا آسپرین بچه میدن و همه تون میدونین که ضررهای آسپرین هم چیه، ولی بعضی وقتا مجبورید، باید بخورید. وقتی که دکتر بهتون میگه باید بخورید. ولی از طرفی کسایی که ویتامین میخورن، مینرال میخورن، فیش اویلشون رو میخورن، چیزایی رو که باید بخورن، دکتر فکر نمی کنم بهشون بده، چون آلردی خونشون رقیقه، احتیاج ندارن. اون برای کسایی که ناراحتی قلبی دارن معمولا کلسترول رو و آسپرین بچه نمیدن. حتما همسر شما شاید ناراحتی قلبی دارن، بهشون گفتن آسپرین بچه باید بخورن. به هر حال اینو با دکترتون چک بکنید. اگه ایشون دارن ویتامینای رو میخورن و خونشون رقیقه، اگر بیش از اندازه رقیق باشه خون، زیاد چیز جالبی نیست، میتونه خطرناک باشه برای ما. خب پس بنابراین با دکترتون چک بکنید حتما حتما. انما همون تنقیه است، ولی با چی انما بکنید یا تنقیه بکنید، این رو گفتم همه آدمای سالم، آدمایی که هیچ گونه ناراحتی برای دفع مواد سمی از بدنشون ندارن یا تخلیه ندارن، هم میتونن هر چند ماهی حداقل این کارو بکنن. ولی با چی؟ با قهوه. قهوه ارگانیک میگیرید، فیلتر ارگانیک هم میگیرید که قهوه رو تو قهوه جوش بکنید، اون بالا بذارید و از پایین هم که قهوه درست میشه وقتی که آماده است، یعنی حرارتش با حرارت بدن شما یه اندازه شد، یعنی نه سرد باشه نه داغ باشه که پوستتون بسوزه، اون وقت یه چیزایی مثل قیف، قیف که نه، اونایی که بچه رو دماغشو تمیز میکنن ولی بزرگه، برید توی سی وی اس داره، بهش میگن رکتم سرنج یا یه چیزی مثل این اسمش، میگیرید و آبی رنگ هم هست و بزرگه، اونو پرش میکنید و میتونید خودتون هم انجام بدید. اگه براتون سخته کسی دیگه بکنه. فوق العاده برای سلامتی خوبه، با اینکه قهوه خوردنش برای سلامتی اصلا خوب نیست، ولی انما که میکنید بسیار برای سلامتی اوورال بادیتون عالیه. حتما این کارو بکنید و من فکر نمی کنم زیاد وقت داشته باشم، به خطا بعدن جواب میدم. در مورد کلسیومی گفتم دارن درست میکنن و حتما فکر میکنم تا یک ماه دیگه درست میشه. قابل مقایسه با کلسیومی که الان دارم نیست. کلسیومی که الان دارم البته خوبه، همه هم راضی هستیم، خودم هم دارم میخورم، خانواده هم میخورن، همه راضی هستیم، برای درد خوبه، ولی اون بسیار قویه.
8 ماه تو نوبت بودم که درستش کنن و بالاخره لب آزمایشگاه تونست درست بکنه. فعلا دارن آمادهش میکنن ولی تا 4 هفته دیگه گفتن که آماده است. البته بیه گفتن 8 هفته، 4 هفتهش گذشته، 4 هفته دیگه آماده میشه، حتما میارم بهتون نشون میدم و در موردش با هم صحبت میکنیم. در مورد آب خیلی پرسیده بودید، قیمتش رو لطف کنید تشریف ببرید، به خاطر قیمتش زنگ نزنید چون توی وبسایت من هست. اولین ویدیوی دست چپ توی وبسایتم، 1 ساعت تمام درباره این آب داریم صحبت میکنیم، به زبان فارسی هست. اگر توی چیزم برید یک کلیک بکنید توی آب و اون بالا به زبان انگلیسی هم هست، کسایی که میخوام ببینن حدود 22-23 دقیقه هست، به زبان انگلیسی هست. آقایی هم که صحبت میکنن بسیار واردن. همچنین هم مدلای مختلفش به اضافه قیمتاش هست. بعدا اگر خواستین هر سوالی داشتین در خدمتتونم، با هم راجع بهش صحبت میکنیم. ولی بدونید که این دستگاه مدیکال دیوایس، یعنی توی ژاپن این سرتیفیکیت رو بهش دادن به عنوان مدیکال دیوایس و اولها سالها فقط توی بیمارستان ها بوده و کلینیک ها. الان به خونه ها راه پیدا کرده و اکثر ماها داریم و خیلی هم راضی هست.